بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از اعتراضات سراسری در ایران با من زینب آوین هستید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها. ادامه اعتراضات مردم در تهران و چند شهر دیگر. ماموران در کرج به خانه هایی که مردم در آنها شعار می دادن نارنجک صوتی پرتاب کردند. بیانیه مرکز احزاب کردستان ایران خطاب به سازمان ملل: اقدامات جمهوری اسلامی در استان کردستان جنایت علیه بشریت است. تجمع، تظاهرات و شعار در بیش از 10 شهر جهان. ایرانیان در حمایت از خیزش هم‌میهنانشان در کشور راهپیمایی کردند. و مراسم هفتم جواد موسوی امروز در خراسان اصفهان. بزرگداشت مهران بصیر و حمیدرضا روحی از کشته شدگان خیزش انقلابی ایران نیز برگزار شد. اعتراضات ضد حکومتی در تعدادی از شهرهای ایران روز و شب شنبه ادامه یافت. شنبه شب در بیشتر محلات تهران با تاریک شدن هوا مردم به خیابان آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در همین حال معترضان در چیتگر علیه مجتبی خامنه ای و علی خامنه ای شعار دادند. میدان جلفای اصفهان و مشهد نیز مردم با برگزاری تجمعات شبانه خیابانی علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند. Thank you.
ویدیویی که به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده، تعداد زیادی از نیروهای سرکوب روز 29 آبان به یکی از معترضان در خیابان زمزم عبدالآباد حمله کرده و او را ضرب و شتم می‌کنند. فرستنده یادآور شده به خاطر مشکلات نتوانسته ویدیو را همان روز بفرستد. شاپرک شجرزاده فعال حقوق بشر از تورنتو با ما همراه شدن. خانم شجرزاده خیلی خوش اومدین. وارد 11 هفته از اعتراضات سراسری در ایران شدیم. ارزیابی شما از روند اعتراضات در این 11 هفته چیه؟ درود و سپاس. با توجه به اینکه بیش از 2.5 ماهه که اعتراضات ادامه داره، به نظر میاد که خواست معترضین و مردم این ایران این هستش که اعتصابات و اعتراضات رو ادامه بدن تا سرنگونی نظام. با توجه به صحبت‌های آقای علی خامنه‌ای و اتفاقاتی که داخل ایران می‌افته، به نظر میاد که به خوبی آقای خامنه‌ای و سران حکومت صدای انقلاب مردم ایران رو شنیدند، ولی متاسفانه همچنان تاکید بر ارعاب و سرکوب بیشتر هموطنانمون دارن. خب خانم شجرزاده، بعضی از فعالان مدنی معتقدند که خیزش سراسری در ایران ابتدا برای حقوق زنان آغاز شد و در ادامه خواسته‌های انقلابی در اون مطرح شد. به نظر شما نقش زنان و حق‌خواهی اونها در این خیزش سراسری چقدر هست و چقدر مهمه؟ یکی از نکات برجسته این انقلاب همین محوریت حقوق زنان هستش. با توجه به 43 سال سرکوب زنان در داخل ایران و در کل سرکوب ایرانیان، من فکر میکنم نکته برجسته این انقلاب مسئله زنان هستش. ولی از همون روزهای انقلاب همراه با شعار زن زندگی آزادی توجه کردیم که ما شعارهای سرنگونی طلب مثل مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای رو داشتیم. این شعارها بالا اولی نیست که داده میشه. از سال 96 تمام اعتراضاتی که در سراسر ایران انجام شده سرنگونی گونی طلب بوده، ولی تفاوتش این بار تاکید بر حقوق شهروندی، خواست زندگی نرمال، که این خواست زندگی نرمال میسر نمیشه تا ما حق شهروندی رو برای همه شهروندان از جمله زنان و همطور جامعه رنگین کمانی و تمام ملت‌های مردمی که در داخل ایران زندگی میکنن با هر نژاد و اتنیکی که هستن داشته باشیم. و مردم ایران به خوبی این رو متوجه شدن و در شعارهاشون دارن نشون میدن که تمام ایرانیان خواست زندگی برابر و زندگی نرمال دارن. خب خانم شجرزاده، فکر میکنین چقدر این اعتراضات مردم ایران رو در نقاط مختلف کشور با هم نزدیکتر کرده، متحدتر کرده؟ به نظر میاد که بعد از سالها پروپاگاندای رژیم برای اینکه مردم رو از انقلاب بترسونه، از تجزیه ایران بترسونه، مردم ایران به خوبی متوجه شدن که برای اینکه بتونن از این وضعیت سرکوب، وضعیت فسادی که در ایران و فقری که وجود داره و نجات پیدا کنن، اینی که در کنار یکدیگر بایستن. همونطور که میبینیم در زاهدان برای مردم کردستان شعار میدن، در کردستان و بقیه نقاط ایران برای مردم زاهدان شعار میدن، و همچنین بحث آزادی زنان و به هر حال اعتراض به خشونت 43 ساله سرکوب سیستماتیک حکومت بر علیه زنان و تمامی اتنیک‌های ایرانی سر داده میشه. مردم ایران به خوبی متوجه فریب و حیله حکومت شدن. بسیار متشکرم از شما، شاپرک شجرزاده فعال حقوق بشر. سپاس از شما. 5 آذر ماه مردم در محلات مختلف تهران از جمله پونک، سعادت آباد، ستارخان، شاهین جنوبی، تهران سر، زعفرانیه، افسری، فردوس غرب و تهران پارس به شعاردهی شبانه علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. 5 آذر 1401 تهران.
این جنوبی. زندانی سیاسی آزاد باید گردن. درود بر حسین رونقی. درود بر حسین رونقی. شنبه 5 آذر تهران شهر. دیکتاتور! مرگ بر خامنه ای! مرگ بر دیکتاتور! تهران پارس. شوردهی شبانه در شهرهای مختلفی از جمله اصفهان و کرج نیز گزارش شده است. در کرج شهروندان در شهرک بنفشه، مهرشهر و گلشهر علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. تجمعات اعتراضی در چندین دانشگاه مختلف کشور روز شنبه پنجم آبان ماه ادامه داشت. دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در اعتراض به مسمومیت غذایی حدود 300 نفر از دانشجویان این دانشگاه شعارهای اعتراضی سر دادند. در تجمع دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج، نیروهای حراست دانشگاه در نقش نیروهای سرکوبگر اقدام به فیلمبرداری از دانشجویان معترض کردند. دانشجویان دانشکده پردیس فارابی دانشگاه تهران واقع در قم به سرکوب و بازداشت دانشجویان اعتراض کردند.
به دنبال انتشار فراخوان اعتصاب از سوی اتحادیه کامیونداران، کارگران شماره از کارخانه‌های صنعتی و خودروسازی نیز روز شنبه 5 آذر اعتصاب کردند. کارگران در شرکت‌های صنعتی ذوب‌آهن اصفهان، سرما آفرین الوند، خودروسازی مرتب، صف خودرو، لوازم خانگی پارس قزوین و شماری دیگر نیز روز شنبه دست به اعتصاب زدند. امروز 5 آذر اعتصابات سراسری ذوب‌آهن، اعتصابات با قدرت ادامه داره و تا آخر می‌نیستیم. بچه ها ریل زوبو بستن از کارخونه بیرون میرن. شرکت لوازم خانگی پارس شنبه 5 آذر اعتصاب سراسری کارگرها، کار نمیکنن از تو قزوین الوند. سال کامیون دارم. حسین رونقی فعال مدنی با قرار وثیقه به طور موقت آزاد و برای درمان به بیمارستان منتقل شد. پدر و برادر حسین رونقی در صفحه توییتر خود خبر آزادی را او را منتشر و از همراهی و همصدایی مردم تشکر کردند. گفته می شود آزادی حسین رونقی صرفاً جهت درمان این زندانی است. پدر حسین رونقی در توییتر خود نوشته فرزندش پس از 64 روز اعتصاب قضا به قید وثیقه آزاد و برای درمان به بیمارستان منتقل شده. حسین رونقی از فعالان آزادی اینترنت و مخالفان جمهوری اسلامی است که در روزهای آغازین اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد. خبرگزاری ایرنا گزارش رسانه‌های دیگر درباره آزادی وریا غفوری را تکذیب کرد. بیشتر برخی رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی از جمله تسنیم خبر از آزادی وریا غفوری را گزارش کرده بود. پس از آن بود که تسنیم در خبری تکمیلی نوشت قرار وثیقه برای آزادی وریا غفوری صادر شده و پس از طی مراحل قضایی و اداری از زندان آزاد خواهد شد. وریا غفوری بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن کنونی فولاد خوزستان با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از معترضان در ایران حمایت کرده بود. او همچنین به خانه فرشته احمدی از کشته شدگان اعتراضات اخیر رفته و با دختر او دیدار کرده بود. از سوی دیگر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در مورد وضعیت رضا شهابی فعال کارگری زندانی گفته او در پی تشدید بیماری و درد به بیمارستان امام خمینی اعزام و در آنجا بستری شده است. پزشک معالجه این کارگر زندانی نیز توصیه کرده که او باید به سرعت تحت عمل جراحی قرار بگیرد. بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از اعتراض‌های سراسری در ایران با من زینب آوین هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. ادامه اعتراضات مردم در تهران و چند شهر دیگر. ماموران در کرج به خانه‌هایی که مردم در آنها شعار می‌دادند نارنجک صوتی پرتاب کردند. بیانیه مرکز به احزاب کردستان ایران خطاب به سازمان ملل: اقدامات جمهوری اسلامی در استان کردستان جنایت علیه بشریت است. طرح عملیاتی نهادهای امنیتی حکومت برای جام جهانی فوتبال، گزارش ایران اینترنشنال از اسناد هک شده خبرگزاری فارس. و تجمع تظاهرات و شعار در بیش از 10 شهر جهان، ایرانیان در حمایت از خیزش هممیهنانشان در کشور راهپیمایی کردند.
امروز هفتمین روز خاکسپاری سید جواد موسوی از کشته شدگان خیزش انقلابی مردم ایران در خراسان اصفهان است. سید جواد موسوی در روز 26 آبان ماه در پی شرکت در مراسم 40 احمد شکراللهی از دیگر کشته شدگان اعتراضات سراسری با اصابت 2 گلوله جنگی کشته شد. مادر شهقد خواست مردم رو خوندیم گفتیم به من چه چیکا داشتین به نماز گذار چیکا داشتین مادر نماز بخونن کشتین کارشون همه کنن لگر داعش خدا لعنت دو کنه آبرو داعش رو خریدین رو شمر یزید سفید کردین رو جنایتکاران تاریخ و سفید کردین ما را نگذارن به یک خانه ویران یارم به ستان داد فقیران زمیران. یکی از نزدیکان خانواده سید جواد موسوی در گفتگو با ایران اینترنشنال جزئیات بیشتری از برخورد نیروهای حکومتی با خانواده او ارائه کرده. این روایت به دلیل رعایت مسائل امنیتی بازخوانی شده است. سید جواد موسوی در تاریخ 26 آبان همراه با چند نفر دیگه از دوستاش تو مراسم 40 دوستشون احمد شکراللهی شرکت کرده بودند. کسایی که شاهد این واقعه بودند تعریف کردند که ماموران سرکوبگر یه تیر به پای راست شلیک کردن و تیر دوم هم به چشم ایشون شلیک میشه. 4 روز جنازه رو تحویل ندادن. ناگفته نمونه که بعد از شلیک ایشونو در سدهای سمسورها رها میکنن و میرن. چند ساعتی اونجا بوده تا دوستاش بالاخره تونستن جنازه رو پیدا کنن. ایشون صاحب 2 فرزند، یه پسر 9 ساله و یه دختر 4 ساله هستن. گفته شده 4 روز جنازه رو تحویل ندادن و خانواده رو تحت فشار قرار دادن و تعهد گرفتن از تک تک اعضای خانواده چون خانواده پرجمعیتی هستن. این که باید اعتراف کنن که جواد بسیجی بوده تا ما مجوز دفن بهتون بدیم. باید ساعت 5:06 صبح دفن کنیم. بالاخره تو امامزاده کلثوم دفنش کردن و اجازه مراسم 7:40 هم ندادن. خانواده باید اعتراف کنن که جواد بسیجی بوده. در غیر این صورت اجازه هیچ گونه مراسمی به خانواده داده نمیشه. مراسم 3 روز درگذشت مهران بصیرتوانا جوان ورزشکار در شهرستان فومن برگزار شد. مهران بصیرتوانا 29 ساله روز 24 آبان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در تجمعات اعتراضی در صومعه سرا جان باخت. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در بیانیه خطاب به سازمان ملل اعلام کرده است آنچه رژیم ایران در کردستان انجام می‌دهد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. این مرکز همچنین تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل را امری به جا خوانده و خواستار اقدام جدی‌تر جامعه جهانی علیه ایران شده است. در بیانیه همچنین آمده که جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات در نقاط مختلف ایران از جمله کردستان از سلاح جنگی استفاده کرده است و در شهرهایی مانند جوانرود نیز نیروهای سرکوب از مسلسل سنگین دشکا علیه معترضان استفاده کردند. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران همچنین گفته بنابر آمارهای موجود بیشترین تعداد کشته شدگان اعتراضات در استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان بوده است. این بیانیه در حالی منتشر شده که سپاه پاسداران علاوه بر سرکوب معترضان در شهرهای کردستان در 2 ماه گذشته حملاتی را علیه مواضع احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق نیز انجام داده. حملاتی که عراق و ایالات متحده آن را نقض تمامیت ارضی عراق دانستند. همراه میشیم با همکارم شاهد علوی که از طریق اسکایپ با ما همراه شده. شاهد، کردها، شهروندان کرد در ایران نقش مهمی در جریان این اعتراضات سراسری داشتن و الان هم با نوشتن یک نامه مشترک همبستگی خودشون رو نشون دادن. این انسجام در کردها و احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی رو چقدر متأثر از تجربه تاریخی مبارزه در کردهای ایران میدونی؟ طبیعتاً زینب نمیشه در واقع این رو تحلیل کرد بدون توجه به اون سابقه تاریخی. کردها یک سند تاریخی مبارزه و مقاومت دارن
برای در واقع دموکراسی در ایران سابقه طولانی از درگیری داشتن با حکومت مرکزی و در 40 و چند سال گذشته هم این تشدید شده. هم سازماندهیشون در داخل ایران در چارچوب گروه‌های مختلف مدنی، روشنفکری، جوانان، دانشجویی، محیط زیستی در واقع در همون چارچوب‌های محدود داخل ایران، هم احزاب سیاسی که سابقه طولانی دارند از مبارزه اپوزیسیونی. اینا رو اگر در کنار همدیگه ببینیم عملاً میتونیم درک کنیم چرا کردها میتونن علارغم این پراکندگی در اپوزیسیون هست. اون مشکلاتی که به حال جمهوری اسلامی تونسته بهش دامن بزنه و عملاً همگرای اپوزیسیون رو کم بکنه در میان کردها دیده نمیشه. اونها تونستن علارغم اختلافات سیاسی جدی برای اتحاد در برابر دشمن مشترک جمهوری اسلامی ایران هست عملاً در کنار هم بیستن. به این ترتیب به نظر میرسه که اون سنت تاریخی مبارزه علیه دشمن مشترک، مبارزه برای آزادی، مبارزه برای دموکراسی، نگاه کردن به مقاومت مثل در واقع گونه‌ای از زندگی در شعار بر خودن جیانه، در واقع یعنی مبارزه مقاومت زندگی است، عملاً باعث شده که بتونن اینجا هم در چارچوب مبارزات سیاسی داخل ایران مثل شهروندان عادی که با دست خالی مقابله ترکوب ایستادن، در از جوانرود بگیر تا مهاباد، سنندج، کرمانشاه، بوکان، جای مختلف در واقع که کردها زندگی میکنن، هم در چارچوب احزاب سیاسیشون منسجمتر از سایر جاهای کشور عمل بکنن. خب شاید این نامه و جزئیاتی که در این نامه به اون اشاره شده چقدر میتونه روی اقدامات بعدی جامعه جهانی درباره ایران تاثیر بذاره؟ به این امیدواری هست که در واقع این نامه رو اگر در کنار سایر حرکاتی بدونیم که جامعه مدنی ایران و اپوزیسیون ایرانی داره انجام میده و البته تغییر نگاهی که در جامعه جهانی و کشورهای غربی ایجاد شده بتونه تأثیر جدی بذاره، به این معنا که کامل بکنه اون حلقه ای رو، حلقه فشاری رو که در واقع مردم بدور حکومت دارن ایجاد میکنن برای اینکه حکومت رو در جامعه جهانی پاسخگو بکنن و دولت‌های غربی و جامعه جهانی هم مسئولانه تر با جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش برخورد بکنه. این نامه رو طبیعتاً میشه در این چارچوب تحلیل کرد. من گمان میکنم که این امید هست که با توجه به اون اقداماتی که در چند روز گذشته صورت گرفته، همون کمیسیون حقیقت‌یابی که در این نامه هم بهش اشاره شده، عملاً جدیتر گرفته بشه، گامهای بعدی برای مسئولیت پذیر کردن جمهوری اسلامی، دشوارتر کردن دیپلماسی جمهوری اسلامی و به یک معنا تنگتر کردن حلقه محاصره جامعه آزاد، جهان آزاد و دشوارتر کردن عملکرد دستگاه سرکوب در داخل ایران. خب شاید چقدر این نامه میتونه مقدمه باشه برای همکاری بیشتر گروه‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی در همه جناح‌ها و اینکه چقدر میشه امیدوار بود که همه این جناح‌ها که مخالف جمهوری اسلامی هستن نامه بعدی رو خطاب به جامعه جهانی با هم امضا کنن؟ والا من امیدوار هستم به خاطر اینکه عملا در یه مشخص شده یک گروه، یک جریان، چند حزب به تنهایی نمیتون جمهوری اسلامی رو شکست بدن. در داخل ایران در نهایت همه مردم در کنار هم، کرد و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن، همه ایرانیان در کنار هم میتونن جمهوری اسلامی رو شکست بدن. در اپوزیسیون هم به همین ترتیب هر جناحی، هر گروهی، هر دسته‌ای، هر تفکری در اپوزیسیون بخشی از جامعه رو نمایندگی میکنه، کم یا زیاد، بزرگ یا کوچک. اینها اگر به هم نپیوندن جامعه جهانی رو جدی نمیگیره. اگر قرار باشه یک استاتوی درست بشه در واقع خارج از ایران که نمایندگی بکنه مطالبات رو، که سخنگوی مطالبات مردم باشه، که تلاش بکنه جامعه جهانی رو مسئولیت پذیر بکنه، طبیعتاً این باید برآمده از همه جناح گروه ها باشه، از راست و چپ، از سلطنت طلب و جمهوری خواه، از کرد و عرب و بلوچ و تمام جریان ها در واقع. یعنی همه جناح سیاسی باید بپذیرن به تنهایی نمیتونن جامعه جهانی رو با خودشون همسو بکنن، نمیتونن اقداماتشون علی جمهوری اسلامی در واقع مؤثرتر پیش ببرن. به این ترتیب من امیدوارم این نامه شروعی باشه برای اینکه اپوزیسیون اختلافاتش رو در واقع اختلاف سلیقه هاش رو بیشتر کنار بگذاره، بپذیری که میشه در قالب بدون که با هم متحد بشن اما با هم یک جبهه مشترک تشکیل بدن و در چارچوب این جبهه مشترک اقدامات در واقع ایرانیان رو خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی منسجم تر بکنن. بسیار متشکرم از تو شاهد علوی که با ما همراه بودیم.
صدها نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس در دهمین شنبه اعتراضی در مقابل یکی از دفاتر یونیسف در این شهر تجمع کردند. حاضران در این تجمع ضمن اعتراض به سکوت و بی‌تفاوتی این نهاد در قبال کشتار کودکان ایرانی توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی خواستار اقدام عملی این نهاد شدند. صدها نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس امروز در مقابل یکی از دفاتر منتسب به سازمان یونیسف تجمع کردند تا به سکوت و بیعملی این نهاد بین‌المللی در قبال کشته شدن دست کم 63 کودک ایرانی اعتراض کنند. انتقادها به یونیسف توسط ایرانیان و فعالان سیاسی و مدنی از زمان کشته شدن کیان پیرفلک کودک 10 ساله ایزه‌ای شدت گرفت. خواست معترضان اینجا مشخصه، اونها میخوان یونیسف واکنش نشون بده به کودک کشی علنی و گسترده در شهرهای مختلف ایران، استفاده ابزاری از کودکان و نوجوانان در گروه‌های سرکوب، آزار روحی، فیزیکی و تجاوز به کودکان بازداشتی و فرستادن دانش آموزان معترض به مراکز روانی. 580 تا از بچه‌هامون در ایران به خاطر ساچمه کور شدن و نابینا شدن، در واقع مثل سامان، مثل غزال و مثل بقیه بچه‌هایی که متاسفانه به خاطر شرایط ایران نمیشه اسامیشون رو اعلام کرد و ما خواستیم بیشتر این پرفورمنس گذاشته بشه برای اینکه یونیسف ببینه و صدای مردم ایران باشه و صدای بچه‌های ما به امید آزادی. We need to be a voice for them. UNICEF, this is your job. Where are you? حوادث اخیری که تو ایران پیش اومده، از کشتار، شکنجه، دزدیدن، تجاوز، تمام این مسائل میاد توی دامنه عملکرد یونیسف. ما از یونیسف هیچ چیز خاصی نمیخوایم، فقط میخوایم اون کاری که اون وظیفه‌ای که دارن رو انجام بدن بدون در نظر گرفتن روابط سیاسی و کشوری و دولت مردا. ما دیدیم که خانم کامیلا واکن دبیر کل یونیسف هم اخیراً واکنش نشون داده به انتقادات فراوان به این سازمان و اظهار داشت که اگر یونیسف به حکومت جمهوری اسلامی هشدار بده برای کشتار کودکان، شاید یک مداخله سیاسی محسوب بشه و دفتر یونیسف در ایران بسته بشه. در واقع این معترضان اینجا هستن که اساساً اعتراض کنن به چنین عملکردی و به چنین واکنشی که دبیر کل یونیسف نشون داده. تجمع دیگری هم قراره در سان فرانسیسکو برگزار بشه مقابل یونیسف، تجمعی از همین دست در اعتراض به عمل کرده یونیسف تا با تعدد تجمعات شاید فشار بیشتری وارد بشه به مدیران صندوق کودکان سازمان ملل متحد تا مطابق وظیفه‌ای که دارن، مطابق بودجه‌ای که میگیرن برای احقاق حقوق کودکان به مساوات در سراسر جهان، به نقض گسترده حقوق کودکان در ایران هم واکنش نشون بدن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. همراه با تداوم اعتراضات در داخل ایران، ایرانیان خارج از کشور نیز در بسیاری از شهرهای جهان به خیابان‌ها آمدند. در بیش از 5 شهر آلمان تجمعاتی در حمایت از معترضان ایرانی برگزار شد. ایرانیان در شهر برلین مقابل دفتر صدر اعظم آلمان گرد آمدند. روز شنبه در لندن نیز تجمع بزرگی از ایرانیان شکل گرفت. تظاهر کنندگان در شعارهای خود از دولت بریتانیا خواستند تا سفارت جمهوری اسلامی در لندن را تعطیل کند.
شدیم. اکبر خامنه‌ای، اکبر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. در ایالت‌های مختلف آمریکا نیز تجمعاتی در حمایت از خیزش انقلابی در ایران برگزار شد. در لس آنجلس جمعیت بزرگی از ایرانیان مقابل ساختمان یونیسف گرد آمده و خواستار اقدام این نهاد حقوق بشری علیه خشونت‌های مداوم جمهوری اسلامی درباره کودکان شدند. و حالا هم مروری داریم بر روزنامه‌های ایران با همکارم فرزانه بسپور که اینجا در استودیو همراه من هست. فرزانه، امروز چه عناوینی از صفحات نخست روزنامه‌ها توجهت رو جلب کرد؟ بله، روزنامه‌ها در خصوص ماجرای توقیف جهان صنعت تا الان سکوت کرده بودند، واکنشی نشون نداده بودند، چون روزنامه جهان صنعت هفته پیش به دلیل گفته شد به دلیل انتشار گزارشی درباره کیان پیرفلک که در کردستان کشته شد، در صنعتش کشته شده بود، و بعد یادداشتی که صادق زیبا کلام در این ارتباط نوشته بود توقیف شده. البته من همون موقع هم گفتم که احساس میکنم و حدس من اینه که این دلیل توقیف جهان صنعت مربوط به یادداشتیه که در خصوص مهاتیر محمد و راه با شکوه مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی نوشته بود و درسایی که باید از اون گرفت، که اشارش به این بود که مهاتیر محمد در زمانی که میتوانست نخست وزیری مادام العمر رو نپذیرفت و به سیاستمداری با وقار تبدیل شد که طعنه‌ای بود به علی خامنه‌ای، همینطور گزارش میدانی که از اعتصاب بازار منتشر کرده بود. به هر حال به هر دلیلی که بود روزنامه جهان صنعت توقیف شد که به باور بسیاری از کارشناسان در واقع سنگین ترین مجازات برای یک رسانه محسوب میشه توقیف اون. به خاطر همین بیانیه ای رو مدیران انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی امروز منتشر کردن، در روزنامه شرق به چاپ رسیده، که در اون تأکید کردند که این توقیف روزنامه جهان صنعت آسیب جدی میزنه به فضای رسانه‌ای و این مرجعیت خبری رو بیش از پیش به رسانه‌های خارج از کشور منتقل میکنه، و ضمن این که در این فضای ملتهب به جای اینکه حکومت بیاد آرامش بخش باشه میاد یک روزنامه رو توقیف میکنه که بدترین و شدیدترین مجازات در چنین زمانی محسوب میشه. به هر حال خواستار این شدن که از جهان صنعت رفع توقیف بشه. غیر از این نگاهی هم داشته باشیم به روزنامه سمت که یک روزنامه ای در حوزه صنعت، معدن، تجارت، حوزه اقتصاد رو بیشتر شامل میشه، اشاره کرده به ماجرای این طرح کوپن که دوباره بعد از 3 دهه برگشت به اقتصاد کشور، که عملاً به باور کارشناسان اقتصادی بازگشت به نقطه صفر این کوپنی شدن کالاها. ضمن اینکه تیتر روزنامه سمت هم اینه که از چاله به چاه افتادیم. نمیدونم صفحه 1 روزنامه سمت رو داریم یا نه، اما در ارتباط با متاسفانه نداره. خب نداره. در موردش بگم که اشاره کرده که این اجرای طرح کوپنی شدن اولا کمکی نمیکنه، هرچند که هنوز مبهمه، اطلاعات چندانی راجبش نیست، اما عملا همین کلید خوردنش هم هی از زمانی به زمان دیگه منتقل میشه، چون نمیدونن میخوان اجرایش بکنن یا نه. اما به هر حال اگر اجرا بشه شرایط رو بهتر نمیکنه، ضمن اینکه کیک اقتصاد هم داره روز به روز کوچکتر میشه و تورم در 2 سال آینده همچنان افزایشی خواهد بود. این باور روزنامه های اقتصادیه. روزنامه شرق
امروز یادداشتی منتشر کرده از جواد اطاعت که استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. من این یادداشت رو انتخاب کردم به خاطر تحلیلی که روی اعتراضات اخیر انجام داده که بررسی کرده آیا جنبش اعتراضی اخیر چه می شود نامگذاریش کرد و آیا گستره وسیع تری هم داره یا نه. معتقده که اومده اشاره کرده به وضعیت انقلاب ها، تعریف و توصیفشون کرده، بعدم گفته که عنصر تعیین کننده در انقلاب ها انقلابیون نیستن بلکه عملکرد نظام اجراییه، یعنی این حکومتی که با ناکارآمدی خودش یک انقلاب رو در واقع باعث میشه. شرایط اقتصادی کشور هم فقر اقتصادی، از اون طرف فقدان آزادی‌های سیاسی اساسی، فقدان آزادی‌های اجتماعی فرهنگی، همه اینها دست به دست هم داده که عملاً حکومت با رفتارش باعث نارضایتی شدید عمومی بشه و دولت هم توانایی و کارآمدی لازم رو برای حل مناقشات بزرگ سیاسی اجتماعی کشور نداره و این جامعه رو اتمیزاسیون کرده، یعنی سرخورده و تنها و منزوی کرده و تو این شرایط مخالفان سیاسی و الیت هایی که حاشیه‌ای شدن قبلا از حکومت پرتاب شدن بیرون، فرصت اینو پیدا میکنن که با شعارهایی بتونن این افراد تجزیه شده رو در کنار هم قرار بدن و نیروی انقلاب رو شکل بدن و جامعه توده‌ای در واقع حاصل این وضعیت. نمونش کرد راجع به بهار عربی صحبت کرده که در واقع نمونه چنین وضعیتی بود. بنابراین به باور ایشون تنها راه برون رفت از چنین شرایط اینه که یه سری اقداماتی رو مسئولان انجام بدن، چون کاری نمیتونن بکنن برای برون رفت از تنگنایی که درش هستن مگر پذیرش خواسته های مردم، ایجاد آزادی های اساسی و انتخابات رقابتی که و مهمتر از اون تغییر گفتمانی، تغییر پارادایم شیفت بدن، گفتمان سیاسی رو تغییر بدن تا به هر حال این ماجرا رو حل کنن، وگرنه در صورت تداوم این وضعیت دچار یک تکرار چرخه خشونت خواهیم شد. یادداشت مفصله، حالا مخاطبا میتونن خودشون برن یادداشت رو بخونن. روزنامه بعدی صفحه ورزشی صفحه اعتماد بسیار مطلب خوبی داره. من توصیه میکنم حتما بخونن، چون راجع به برد تیم ملی و حاشیه هاش نوشته و این ماجرای در واقع این رقص یگان زرهی روی ماشین‌های زرهی و اینکه مردم در اون شادی حضور نداشتن. بسیار متشکرم از تو فرزانه و ممنون از شما که تا پایان این بخش خبری ما رو همراهی کردید. همچنان با ما و بیننده پوشش ویژه خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی باشید. تا بعد.